عزیزان و همراهان همیشگی سلام، با افق نو با شما هستیم با موضوع اسکار برای فیلم فروشنده اصغر فرهادی و واکنش‌های متفاوت به آن. از نگاه کلی وقتی به تاریخ اسکار نگاه کنیم به فرمول مشخصی در انتخاب بهترین ها نمی‌رسیم. بارها اتفاق افتاده که فیلم هایی که از نگاه مخاطبان و نظرسنجی ها بهترین های دنیا بودند نتوانستند توجه منتقدان و رای دهندگان را به خود جلب کنند. عکس این ماجرا هم صادقه. سند بر این موضوع آمارها و نتیجه تحقیقاتیه که وبسایت متاکریتیک و IMDb در اختیار دوستداران سینما قرار دادند. اما پس از اعلام نام فیلم فروشنده، هفتمین ساخته بلند سینمایی اصغر فرهادی به عنوان بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان در اسکار امسال، بسیاری از مخاطبان و منتقدان همچون اسکار اول برای فیلم جدایی نادر از سیمین او خوشحال و بسیاری دیگر هر چه کردند نتوانستند به حس قانع کننده ای در معیار سنجش فیلم برای انتخاب جایزه اسکار برسند و این سرآغاز انتقادها بود. بسیاری گفتند هر چه باشد کارگردان ایرانی است و موفق به دریافت جایزه مهمی چون اسکار شده و باید به فال نیک گرفت، و برخی نیز حضور فیروز نادری و قرائت بیانیه اصغر فرهادی از سوی انوشه انصاری را در نگاه به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به چالش کشیدند. برخی معترضان حتی گفتند بیانیه آقای فرهادی که از سوی انوشه انصاری خوانده شد بدون توجه به شرایط حال ایران بوده و قانعشان نکرده. با این توضیحات آیا جایزه اسکار امسال به بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان به بهترین داده شد یا لازمه ها و ملاحظات دیگر نیز در کار بود؟ آیا حق با منتقدان معترض است یا با کسانی که اعتراض به اعطای جایزه اسکار به اصغر فرهادی را عکس العملی غیر منطقی می دانند؟ نقد هایی که از سوی منتقدان در مورد فیلم ها نوشته می شوند، نظر دوستداران فیلم و یا میزان فروش فیلم ها، کدام یک در جلب توجه هیئت داوران و رای دهندگان در اسکار مؤثر است؟ آیا این فضاهای اعتراضی ناشی از عدم همسویی نظرات است؟ آیا می شود با تحلیل و کنکاش به معیار واحدی در انتخاب بهترین ها در اسکار رسید؟ اینها و بیشتر رو بررسی خواهیم کرد در افق نو امشب. با ما باشید. خب عزیزان، اجازه بفرمایید میهمانان امشب رو معرفی کنم. آقای دکتر جمشید اکرمی، استاد دانشگاه از نیویورک، و آقای جمشید بهرامی، بازیگر، کارگردان و منتقد فیلم. به هر دوی شما عزیزان خوش آمد میگم. اما قبل از اینکه سوالاتم را آغاز بکنم، اجازه بفرمایید این توضیحی رو خدمت بینندگان عرض کنم که نظر و دیدگاه میهمانان محترم در مورد موضوعات مختلف لزوما مورد تایید صدای آمریکا نیست. آقای اکرمی، قبل از اینکه به فضای فیلم و نوع برخوردها با فیلم فروشنده آقای فرهادی در داخل ایران و خارج بپردازیم، این سوال رو از شما بپرسم که آیا اعطای جایزه اسکار به فیلم فروشنده الزاماً به دلیل نشانه ها و معیار هنری چون فرم و محتوا بوده یا اتمسفر و فضای سیاسی به این مسئله کمک کرد؟ اگر فضای سیاسی هم در دادن جایزه دخیل باشه، آیا این دلیل موجهی برای اعتراض میتونه باشه؟ با سلام به همه. خب ببینین، این فیلم فروشنده حالا تصادفاً این امتیاز رو داشت که قبل از اینکه به اسکار برسه محک خورده بود، محک خوبی هم خورده بود، توی یه جایی مثل کن دو تا جایزه معتبر گرفته بود. کن که میدونید این تصور هست یکی از معتبرترین فستیوال های دنیاست و جایی که میشه گفت مظهر سینمای هنریه، برخلاف اسکار که باز این تصور راجبش هست که مظهر سینمای تجارتیه. حتی من خودم با این فاصله گذاری موافق نیستم، ولی این تصوری که وجود داره. منتها کاری که در واقع شاهکاری که فیلم آقای فرهادی کرده اینه که تونسته در هر دو این فستیوال ها، که البته خب اسکار فستیوال نیست به صورت کن، ولی تونسته در هر دو جا خودش رو ثابت بکنه و این خیلی مهمه، به خصوص در مورد اسکار که من میتونم ادعا بکنم، به خصوص با توجه به اینکه آشنایی هم دارم با تاریخچه و پروسه اسکار و طرز
رای دادن ها میتونم بگم که جامعه ترین و منصفانه ترین جایزه ای که داده میشه به فیلم ها بیشتر به این دلیل که حدود 7000 نفر هستن که رای میدن، در مقابل مثلا خیلی از فستیوال ها که فقط 7 نفر رای میدن. و توی این 7000 نفر شما تکثر آرای خیلی وسیعی دارین، ضمن اینکه حالا ما البته میگیم 7000 و همینطوری رد میشیم و خب با اینکه ممکنه بیشتر 6000 از این آدم ها آدم هایی نباشن که شهرت داشته باشن، ولی فراموش نکنیم که یه تعدادی از سنگین وزن های سینمای دنیا، سینماگران خیلی حسابی توی این گروه هستن که رای میدن. صدها نفر میتونم بگم، اسکورسیزی هست، اسپیلبرگ هست، از جوانتر آقای جیم جارموش هست، آلیور استون هست، از بازیگران نگاه بکنید آدمایی مثل کلینت ایستوود، مثل رابرت ردفورد، مثل تام هانک، براد پیت، اینجور آدمان که رای میدن. و بین خود اینها هم تفاوت آرا زیاده، مثلا خانم مریل استریپ یک لیبرال دو آتشه است، در حالی که آقای کلینت ایستوود خیلی محافظه‌کاره و طبیعتا اینا هم که نظراتشون و رأی هاشون رو نمیفروشن. بنابراین میشه گفت که پروسه عادلانه ایه. حالا خب طبیعتا فضای خارجی اثر میذاره روی رأی دادن، روی تصوراتی که این آدم ها دارن، ولی فکر نمی کنم در حد این تاثیرگذاری باشه که بتونه نظر اینا راجع به ارزش‌های سینمایی خود فیلم‌ها عوض بکنه. شاید براتون جالب باشه که در مقایسه این فیلم با بقیه فیلم‌هایی که برای همین اسکار بهترین فیلم خارجی نامزد بودن، ببینیم فیلم مردی به نام اوور داریم که سه تا از کاراکترهای مهمش یه خانم ایرانی و دو تا دختر خردسالش اصلا مهاجر هستن. در فیلم آلمانی خانم آدی مسئله مهاجرت در کشور رومانی مطرح میشه، کارگران مهاجر در اون کشور. فیلم آلمانی سرزمین مین یه تم فرامرزی داره راجع به اون رفتار سنگدلانه دانمارکی ها با سربازهای آلمانیه. خب تمام اینها میتونستن خیلی بیشتر به مسائل مهاجرت و در رابطه اون منع مسافران مسلمان ارتباط پیدا بکنن تا فیلم آقای فرهادی که واقعا هیچ ربطی نداره به مسئله مهاجرت. پس بیایم نتیجه بگیریم که داورا به فیلم ها رأی دادن و نه به بیانیه های سیاسی و اینکه مسائل سیاسی در البته شاید گفته بشه اینکه آقای فرهادی انتخاب کرد که نیاد به اسکار و خود اونم خبرساز بود، ممکنه روی نظر داورا تاثیر خواهیم کرد. آقای اکرم این رو بررسی خواهیم کرد، اجازه بدین. آقای بهرامی، همین سوال رو از شما هم میپرسم چون شما در جبهه منتقدین قلم زدید، مشخصا به چه چیزی معترضید شما و کسانی که مثل شما فکر میکنند؟ آیا به جایزه معترضید، به بیانیه آقای فرهادی معترضید، به برگزار کنندگان اسکار، به چه چیزی؟ قبل از هر چیز برام سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان عزیز در جای جای این گیتی. ببینید، بحث این نیست که من خارج نشین مثلا که من متهم به این شدم که من میام از یه نوع نگاه دیگه و میام آقای فرهادی رو در یه جای یک شخصیت سیاسی میذارم و میگم که باید بیاد بیانیه سیاسی صادر بکنه. بحث این نیست. بیایم و فیلم رو از دو نوع نگاه بهش نگاه کنیم، رسالتی که هنرمند داره و مسئولیتی که هنرمند بر روی دوشش هست که در اون بیانیه باید نمود پیدا میکرد. این از یه طرف. از یه طرف دیگه ما بیایم فیلم آقای فرهادی رو با بقیه فیلم های خود آقای فرهادی مقایسه بکنیم و فیلم آقای فرهادی رو با فیلم هایی که در ایران در این چند سال تولید شده بیایم مقایسه بکنیم. مثلا بیایم همین فیلم آقای فرهادی رو با فیلم ابد و یک روز که اولین فیلم آقای روستایی هست مقایسه بکنیم، چه از لحاظ فیلمنامه، چه از لحاظ کارگردانی و چه از لحاظ بازی. من به جرئت میتونم بگم که ابد و یک روز یه فیلم کاملا قابل قبول تر از این فیلم آقای فرهادی بود. اصلا بحث نماینده کردن این فیلم آقای فرهادی
یعنی ریشه سیاسی داره، چون ابد و یک روز یه فیلم خیلی قابل قبول تر بود. بیایم مثلا بازی آقای پیمان معادی و آقای نوید محمدزاده رو بیایم مقایسه کنیم با بازی آقای شهاب حسینی. این از یعنی در مقایسه با فیلم هایی که در ایران تولید شده. از یه لحاظ دیگه بیایم در این کاتگوری که به عنوان فیلم غیر انگلیسی زبان انتخاب میشه، بیایم با فیلم هایی که نماینده اسکار بوده یا نامزد اسکار بودن بیایم مقایسه بکنیم، من به جرات میتونم بگم که فیلم خانم آدی، فیلمساز آلمانی تونی اردمن، از هر لحاظ که بگیم این فیلم یه سر و گردن از فیلم آقای فرهادی بالاتر بود. خب من منتقد که میام نقد میکنم فیلم آقای فرهادی رو، من بحثم اینه که فیلم آقای فرهادی به نسبت خود فیلم های دیگر آقای فرهادی یه سر و گردن پایین تر بود و بیانیه‌ای که آقای فرهادی صادر کرد، بیانیه آقای فرهادی در 45 ثانیه، خیلی ها میگن که آقای فرهادی نمیتونست در 45 ثانیه تمام خواسته های ایرانی ها رو بگه، ولی بحث اینه که آقای فرهادی در جایگاه یک فیلمساز میاد یک بیانیه سیاسی بر ضد رئیس جمهور آمریکا میاد صادر میکنه و سیاست‌های نژادپرستانه، به قول خود آقای فرهادی، سیاست‌های نژادپرستانه آقای ترامپ رو میاد نقد میکنه، ولی بحث اینه که سیاست‌های فاشیستی جمهوری اسلامی در طول این 40 سال رو فراموش میکنه، یعنی میاد از جایگاه یک فیلمساز کاملا حکومتی به مثابه آقای حاتمی کیا و دیگران میاد بیانیه صادر میکنه، ولی فراموش میکنه که فیلمسازی به نام کیوان کریمی همون روزی که آقای فرهادی جایزه میگیره همون روز در زندان و در بدترین شرایط جسمی قرار داره. آقای کیوان کریمی جرمش دزدی نبوده، آقای کیوان کریمی فیلم ساخته، فیلم ساز آقای کیوان کریمی. آقای فرهادی رسالتش اینه که حداقل در برابر خواسته های همسنفان خودش احساس مسئولیت بکنه و بیاد سیاست های جمهوری اسلامی رو حداقل در 10 ثانیه، حداقل در 15 ثانیه بیاد نقد بکنه، ولی چون آقای فرهادی در جایگاه یک فیلمساز حکومتی میاد بیانیه صادر میکنه، اولین نفری که بهش تبریک میگه آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران هست. آقای بهرامی سپاسگزارم، اجازه بدین به بخش مختلف رو هم بررسی بکنیم. آقای اکرمی، آقای بهرامی به بیانیه اشاره میکنند، به فضای خارج از ایران رجوع بکنیم، برخورد با فیلم فروشنده در فضای خارج از ایران به ویژه آمریکا چطور بود؟ من فقط یه اشاره خیلی کوتاهی بکنم که ما خاطرمون باشه که آقای فرهادی در ایران زندگی میکنه و ایشون، من خاطرم هست که یک بار یک اعتراض خیلی جزئی کرده بود موقعی که فیلم جدایی رو میساختن که چرا مثلا بعضی از فیلمسازهایی که مورد بیمهری قرار گرفتن نمیتونن اجازه فیلمسازی پیدا بکنن، که این یه حمایت کاملی از همسنفاشون بود و به خاطر همون کار همه ما به خاطر اون هست که فیلمبرداری جدایی رو اصلا خوابوندن. حالا ما از ایشون انتظار داریم که بیان حرفای جسورانه‌ای که خیلی ممکنه به دل ما میشینه در فضایی بزنن که انواع و اقسام تنبیه ها رو دیدیم برای فیلمسازا قائل میشن، که نمونهش رو مهمونتون هم الان گفتن، نمونه‌های قبلی هم زیاد داریم. باید یه خورده فکر کنم واقع‌بین باشیم و اولا به خواسته آقای فرهادی احترام کامل بذاریم که بخواسته این حرفا رو بزنه، بهش دیکته نکنیم که چی بگه چی نگه، کما اینکه پیش کس نباید به کسی دیکته بکنه که حق داره چی بگه چی نگه، اگه ما واقعا مدعی آزادی بیان هستیم. و این فکرم باشیم که خب توی ایران میگن آزادی بیان هست ولی آزادی بعد از بیان نیست، و آیا ما دلون میخواد که آقای فرهادی هم صحبتهایی بکنه که مثل بقیه فیلمسازها زندانی بشه یا ممنوع الکار بشه، که میدونیم سابقه این زیاد هست. یه نمونهش هم آقای پناهیه که هنوز هم از محدودیت‌های بسیاری رنج میبره و نمیتونه واقعا اونطوری که میخواد کار بکنه در ایران. خارج از ایران، بله، خب این همونطوری که در صحبت قبلی هم اشاره کردم، با سابقه خیلی وسیعی فیلم داشته در امریکا،
فروش خیلی خوبی کرده که نشونه استقبال مردم از فیلم و برخورد منتقدا باش خیلی خوب بوده. و منم یک خیلی در مورد خودم بگم، مطلبی که نوشته بودم در نشریه ایندی وایر چاپ شد و چون اشاره به این فیلم و اون منع ورود مسافرهای مسلمان داشت، نامه‌ای بود خطاب به آقای ترامپ، این بازتاب خیلی وسیعی گرفت و خیلی جاهای دیگه خواستن که در رابطه با همون نامه و فیلم فرهادی صحبت بکنن، که اتفاقا یه مصاحبه همین دیروز بود از شبکه سراسری رادیوی هم کانادا و امریکا پخش شد و خواسته بودن که خب اگر از طریق فیلم میشه به شناسای فرهنگی رسید، من چند تا از فیلم های ایرونی رو بهشون معرفی بکنم، که حالا نمیدونم اگه اون سایت رو شما بتونید نشون بدید، یه تعدادی فیلم هم معرفی کردم. بله همکاران نشون دادم. معرفی کردم. هم فیلم هایی مثل کار آقای کیارستمی یا فیلم باران آقای مجیدی فرض کن که اون جنبه های انسان دوستانه فیلم های ایرونی رو منعکس میکنن، بعد یه فیلم های مثل آفساید یا مستی زمانی برای مستی اسب ها که اینا بیشتر اون نقطه های تاریک واقعیت های جامعه امروز ایران رو منعکس میکنن. سپاسگزارم آقای اکرمی. آقای بهرامی، من یادم هست شما اون موقع به هم فیلم فروشنده رو با فیلم های تولیدی سال گذشته مقایسه کردید، که الان هم اشاره کردید، و اساسا معتقد بودید حق خوری شده. شما و معتقدین که مثل شما فکر کنن چه شاخصه هایی رو سبب حق خوری در قبال برخی فیلم های تولید شده در سال گذشته، یعنی چه چیزی در فیلم های دیگر دیدید که در فروشنده نمیبینید؟ ببینید، من اشاره کردم که از هر لحاظ که ما بیای مقایسه بکنیم، و اینم ما نباید فراموش کنیم که این فیلم آقای فرهادی کپی مستأجر رمان پولانسکیه. آقای پولانسکی به بهترین شیوه اومده این شیوه فیلمسازی رو که به اصطلاح به فیلم آپارتمانی بهش میگن، در فیلمهاش میاد به بهترین شیوه میاد کار میکنه. از لحاظ ساختاری من میگم، من نمیام محتوا رو با هم مقایسه نمیکنم، ولی از لحاظ محتوا کاملا کپی آقای فیلم آقای رمان پولانسکیه. ولی بیایم ما وقتی میایم این فیلم رو با فیلم های دیگه مقایسه میکنیم، گفتم باید یه سر و گردن از فیلم های دیگه بالاتر باشه. از لحاظ فیلم، چه از لحاظ فیلمنامه، چه از لحاظ کارگردانی، چه از لحاظ بازی، و بازی آقای شهاب حسینی در این فیلم تکرار فیلم های قبلی آقای شهاب حسینیه، ولی ما بازی درخشان آقای نوید محمدزاده رو داریم در فیلم ابد و یک روز، که اصلا قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. ولی ببینید آقای عباسی، بس اینه که در این شرایط آقای فرهادی میاد سوار بر موج ترامپ ستیزی میشه و میاد، من اصلا در جایگاه نیستم که به آقای فرهادی دیکته بکنم، ولی بس دیکته کردن به آقای فرهادی نیست، بس اینه که مگه آقای فرهادی رسالتی غیر از این داره که از هم نوعان خودش دفاع بکنه، از هموطنان خودش دفاع بکنه، از همکیشان خودش، از همسنفی های خودش دفاع بکنه؟ بس اینه که این تریبونی که در اختیار آقای فرهادی بوده، بس اینه که این تریبون تریبونی بوده که یک میلیارد نفر همزمان و به طور زنده داشتن اینو نگاه میکردن، و بهترین امتحانی بود که آقای فرهادی خودش رو در صف ملت قرار بده، نه اینکه در صف جمهوری اسلامی. گفتم که تا حالا ما ندیدیم که دولت مردان جمهوری اسلامی به خاطر یه اتفاق هنری بیان و خوشحال باشن از فلان جایزه که فلان هنرمند در یکی از فستیوال‌های مثلا جهانی کسب کرده، ولی اولین کسی که میاد به آقای فرهادی تبریک میگه آقای ظریف هستش. چرا آقای ظریف نمیاد به آقای کیوان کریمی که در زندان هست چرا نمیاد تبریک میگه، بگه که 15 همین جشنواره بین المللی فیلم و نشست حقوق بشر در ژنو تقدیم میشه به کیوان کریمی؟ چرا نمیاد به آقای کیهان کلهر که جایزه گریمی رو میگیره، چرا نمیاد به او و اعضای دیگه گروهش تبریک میگه؟ بحث اینه که هنرمند در جایگاهیه که
امتحانی پس میده و خودشو در جایگاه هنرمندان حکومتی قرار میده و به قول لورکا هنرمند باید انقلابی باشه. بس از انقلابی بودن اینه که مدیومی که هنرمند در اختیار داره و ابزاری که هنرمند در اختیار داره احاد ملت در اختیار ندارن. هنرمند باید وقتی که میگه من هنرمند ملی هستم، وقتی که میگه آقای فرهادی میگه من یکی از حامیان جنبش سبز بودم، انتظار میرفت که آقای فرهادی بیاد خواسته های ملتی که در طول 40 سال استبداد جمهوری اسلامی میومد و از حقوق اینها دفاع میکرد. سپاسگزارم آقای بهرامی. وقت بسیار کم هست، من باید سوال دیگر رو از آقای اکرمی بپرسم. آقای اکرمی، فضای داخل ایران برگردیم، برخوردها قبل و بعد از انتخاب فیلم فروشنده برای اسکار از سوی هیئت انتخاب فیلم متفاوت بود، با فروشنده در ایران چگونه برخورد شد؟ اجازه من فقط بگم که وظیفه فیلمساز صدور بیانیه سیاسی نیست. وظیفه فیلمساز ساختن فیلمه و منعکس کردن مشکلات مردمش و همینطور آرمانها و آرزوهای مردمش در فیلماشه و من فکر کنم خیلی از فیلمسازهای ایرانی این کار به نحو احسن دارن انجام میدن علارغم محدودیت‌های خیلی شدید و یکیشون هم آقای فرهادیه. ببینید مثال لورکا رو زدن. من از ویدیانا آقای بونوئل که هم ولایتی آقای لورکا هستن بگم، ایشون در فیلمش یک اشاره ای به این میکنه که در ویدیانا که این باغ رو خاروخس ها فرا گرفته، خاروخس ها حاکم شدن. ما این همین اشاره رو در فیلم آقای فرهادی هم داریم که میگن این شهر رو باید خراب کرد و از نو ساخت. منتها ما درد آقای اکرمی معذرت میخوام، من باید کلام شما رو قطع بکنم، به پایان بخش نخست رسیدیم. سپاسگزارم از شما که در برنامه حضور داشتید، آقایان جمشید اکرمی و آقای جمشید بهرامی. در بخش دوم سری به شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد. در شبکه‌های اجتماعی از شما پرسیدیم آیا دریافت دومین اسکار اصغر فرهادی باعث تقویت جایگاه سینماگران مستقل در ایران در برابر فشارها و ممنوعیت‌های حکومتی خواهد شد؟ شما 25% گفتید بله و 75% خیر. اما دیدگاه برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی. پروین خلیلی نوشتن فیلمسازان برنده جوایزی مثل اسکار بهتر است آثار بعدیشان در برگیرنده مسائلی مثل حقوق بشر باشد، نه فقط خشونت‌های خانوادگی که دردسر کمتری دارد. زیبا رحیمی معتقد سخنان اصغر فرهادی در مراسم خانه سینما امیدوار کننده بود، حکومت مجبور به تحملش است. محمود رضوی گفتند فیلم فروشنده در حد اسکار نبود، فرهادی به دلایل سیاسی اسکار را برد. همایون هم نوشته نمیدانم چرا ما ایرانی ها باید 1000 دلیل منفی پیدا بکنیم تا بگوییم دلایل موفقیت یکی از هموطنان ما دلیلی غیر از استعداد و خلاقیت است. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. تا افق نوع دیگر بمانید در خوبی و خوشی.